بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. با نام و یاد حضرت دوست که هرچه هست از اوست. بینندگان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام، شبتون بخیر. امیدوارم هر کجای این گستره خاکی که هستید در صحت و سلامت و تندرستی باشید. یک شب دیگه از لحظات و روزهای خوب خداوند و آغاز برنامه کافه پرسش. از اینکه ما رو برای دیدن انتخاب کردید کمال تشکر رو دارم. شما بیننده این برنامه از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام هستید. خیلی ممنونم که با ما همراهی میکنید و برنامه کافه پرسش رو در شبها در این ساعت که تقدیم شما میشه به حول قوه الهی و به عنایت اربابمون حضرت قمر العشیر ابوالفضل العباس میبینید و همراهی میکنید. ما قصد کردیم در این شبها کتابی رو به محضر شما معرفی بکنیم. دیشب اولین کتاب رو در میان برنامه که رفتیم و آمدیم معرفی کردیم. امشب یک کتاب دیگری رو خدمت شما میخوام معرفی بکنم تحت عنوان قدیر با قرآن و یک سوتیتر نسخه فوری که به قلم استاد محمد باقر انصاری زنجانی هست به کوشش دوستان ما در قدیرستان. شامل سه بخش قرار گرفته که نزول قرآن در قدیر، بخش دوم تفسیر قرآن در قدیر و بخش سوم ارتباطات قرآنی قدیر. کتابی است حالا از جهت حجم مختصر و مفید. قلم استاد باقر انصاری رو هم خیلی هاتون میدانید و کتاب مشهور قدم به قدم با مثلا ولادت های ائمه اطهار مشهور از ایشون در دست شما و توصیه میکنم این کتاب مختصر و مفید رو هم تهیه بفرمایید که به کوشش دوستان ما در مؤسسه فرهنگی قدیرستان کوثر نبی است، از بر بچه های فعال قدیری اصفهان هست. تهیه بفرمایید، مطالعه بکنید. انتشارات اطرت هم زحمت کشیده و به زیور طبع آراسته این کتاب رو و انشاءالله بر اطلاعاتمون و فهممون نسبت به موضوع قدیر که در این شبها تحت عنوان معرفت قدیر هم با جناب استاد یوسفی داریم صحبت میکنیم افزوده بشه انشاءالله، که در مهاجه ها کردن، در احتجاج ها، در مصاحبه ها، در گفتمان بین خودمون بتوانیم مستدل با سند و محکم هم از آیات قرآن کریم و هم از روایات بتونیم استفاده بکنیم و مهمترین واقعه دینمون و مکتبمون و فکرمون و ایدمون که قدیر خم باید باشه برای ما در این بیان و در این قالب یعنی قرآن و احادیث سر زبون بیاریم و انشالله استفاده بکنیم و دفاع هم بنماییم. الان قریبترین کس وجود نازنین امام زمانه. با فهم قدیر حتی می شود وجود نازنین حضرت بقیت الله رو در همین دوره زمان پاسبانی کرد و دفاع کرد و به او رو به دیگران هم معرفی کرد. ارتباطاتش رو در مطالعات به دست میارید که قدیر چه ربطی به بحث ظهور داره. همان گونه در یک کلام همان گونه که قدیر رو سرپوش گذاشتند و در حاله از ابهام و مظلومیت بردن، مقوله ظهور که همان به نحوی دیگر از معرفی ولی برای ما بود است رو باز در حاله ابهام بردن و در حاله مظلومیت. انشاءالله اجازه ندیم هر چیزی رو ما به خورد ما بدند، به شرط اینکه چشممون باز بشه و لسانمون درست کار بکنه. بریم برگردیم، من خدمت جناب آقای یوسفی عرض ارادت کنم. آخه مگه میشه آفتاب رو تو دل آسمون ببینی و انکارش کنی؟ اصلا من هیچی. مگه ندیدین جورج جرداغ مسیحی دو جلد کتاب نوشته درباره امیرالمومنین؟ مگه نشنیدین که پیامبر خدا فرمودن اگه همه دریاها مرکب بشن، همه درختها قلم بشن، همه زمینها صفحه بشن و جن و انس نویسنده بشن و بخوان فضایل علی رو بنویسن، نمیتونن که نمیتونن؟ خب اینا یعنی نشونه، یعنی حرف، یعنی خدا خواسته بگه فقط علی یا هر کسی که علی رو دوست داشته محبتش توی قلبش باشه، به گفتار و رفتارش،
دقت کنید به گفتار و رفتارش عمل کنه مورد تایید من. حالا شما میگین چرا نیومدی تا حالا رمان بنویسی؟ یا چرا دست از نویسندگی آینی بر نمیداری؟ آخه دلم نمیاد از علی نگم، از علی دم نزنم، از علی ننویسم. امسالم یه نمایشنامه نوشتم برای ایام قدیر که اجراش شروع شده. میگم کاسبی، خیاطی، بنایی، نجاری، تو هر صنفی که هستی اول سلام، بعد هم قربون شکلت، ما شیعه ایم. یادت نره حداقل هر جوری که شده نام مولات رو بالا نگه دار. مثلا بیا و عهد ببند نمازت رو اول وقت بخون، یا با زن و بچت مهربون باش. سخت که نیست هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد به محضر شما بینندگان عزیز. خیلی اطاله کلام نمی کنم، من میزبان شما و مهمان گرانقدرم حضرت حجت الاسلام المسلمین شیخ محمد حسن یوسفی عزیز دوست داشتین. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و تبریک اعیاد و علل خصوص قدیر خم محضر شما و مجموعه بیت العباس تی وی و بینندگان عزیز و نورانی و محترم، خاص جوانان. خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر. متشکرم، ممنون. قدردانیم و سپاسگزاریم بابت وجود. سلامت باشین شما. کماکان در معرفت قدیر داریم با هم گفتمان میکنیم. در خدمتی. در این دو شب صحبت‌های خیلی خوب دست ما رو پر کرده و انبانمون انشاءالله تکلیف اون اقلن روشن شد که اگر میخواهیم مبلغ قدیر باشیم باید جنسمون رو تغییر بدیم، نگاه و نگرشمون تغییر بکنه تا بیایم ابتدای مسیر قدیریان قرار بگیریم. دیشب یک سوالی پرسیدیم که خب یک تعدادی پاسخ دریافت کردیم. چه کنیم که ما هم قدیری بشویم؟ بله. خب در قالب همین معرفت قدیر میشود جلو رفت باش. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما، جوابها از پنجره های مختلف در نگاه به قدیر، یکی منهج قدیر، یعنی ریشه و اساس جعل امامت، و این در چند بخش. اول در بخش مقام امامت، تعیین، جعل، نصب و مشخص کردنش به عهده کیه، باید به عهده کی باشه. یکی از تفاوتهایی که من در محاجب با یه مسیحی گفتم، شیعه میگه امام را باید خدا معین کنه و این رتبه جعل امام و تعیین امام رتبتاً از نظر حیثیت مقامی به خدا میخوره، یعنی یه کار صرفاً خداییه، مال آدمای زمینی با فرق، اصلا مال غیر خدا نیست. حالا میخواد ملائکه باشن، میخواد جن باشه، میخواد انسان باشه، میخواد فرهیختگان بشر باشه، حتی انبیا اجازه جعل امام ندارن. حتی انبیا، یعنی ما فرهیخته تر که زمین و آسمان و ملک و ملکوت و صاحب این عالم، خالق این عالم، اونی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اینایی که وصل به او هستن، یعنی بعضیاشون اتصال علی الدوام دارن، آنلاینیشون آنلاینی طولانی ابدی و ازلیه، در این حد ابدی و ازلی، یعنی از وقتی که خدا بوده اینا بودن و تا وقتی خدا هست اینا هستن، و این هیچ کدامش نه اول داره نه آخر. این آقایون هم حق تعیین امام ندارن. یعنی اینجوری بگم، امیرالمؤمنین حق ندارد بعد خودش امام بعد خودش رو معین کنه، چون یک امر الهیه، چون این شأنن شأن الهیه. چطور خالقیت منحصره در خداست؟ لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، این چجوریه؟
چطور این مقام خدایی کبریایی مخصوص خداونده، هیچ کس حق تکبر نداره، کبریایی مخصوص اوست، الله اکبر. همینطور جعل امامت برای هدایت بشر یک مقام صرفاً الهی اختصاص به ذات احدیت داره. ولذا اون سأل سائلون به عذاب واقع، وقتی سوال میکنه خودت گفتی یا خدا گفته، پیغمبر میفرماید اصلا من در شأنم نیست که بگم. بحث جعل امامت به قول حضرت رضا صلوات الله و سلام در اون حدیث ال امامه که در کتاب الحجه اصول کافی یک باب اختصاصی مرحوم کلینی برای این حدیث، عنوان این حدیث، یعنی یه دونه حدیث داره اون باب، همین فقط، میفرمان ان الامامه خلافت الله و خلافت رسوله و مقام و امیر المؤمنین و خلافت الحسن و الحسین، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. و بعد در هویت امامت میفهمن تمام نماز و روزه و حج و زکات و خمس و همه اینا، این ظاهر اصل دین یعنی امامت. الامام اس الاسلام نامی و فرعه السامی، بالامام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. الامام مقام، مقام وقتی خود اصل امامت به جعل الهی شد، بعد امام این جایگاه رو پیدا میکنه که اساس دین باشه، حقیقت دین باشه، تمامیت نماز و روزه و حج و زکات و خمس و فروع و اخلاق و معاد و اقتصاد و ارث و حدود و دیات و قوانین جزایی و کیفری، همه از این مسیر امامت. اگه از مسیرهای دیگه برسه ما حق اجراش نداریم، اصلا ارزش وجودی نداره. مثلا قوانین جزایی فرض کنید بین المللی یا کارهای خیریه بین المللی، همونا هم ارزش نداره. بله، کارهای حتی انسان دوستانه، حتی انجمن حمایت از حیوانات، ما تو اسلام داریم. اگر از مسیر امامت گفتن به این گربه‌ای که افتاده تو چاه باید بری درش بیاری آب و غذا بهش بدی تا نمیره، او ارزش داره. اما اگر از پیش خودت کردی بی ارزشه. این مهمه که ما در قوانین انسان دوستانه یا حمایت از حیوانات یا نجات طبیعت یا مثلا دفاع از مباحثی که امروز مطرح هم هست، ما دو تا مسیر داریم. یکی مباحثیه، مثلا امیرالمؤمنین میفرماید من در طول عمرم پا روی درخت یک گیاه سبز که نافع باشه نگذاشتم، نه اینکه پشه نکشتم، نه اینکه مگس نکشتم، نه اینکه برگ جوی را از دهان مورچه‌ای نگرفتم، یه علف سبز رو زیر پام له نکردم، این مقدار ظلمم نشده. خب ما هویت عدل الهی رو باید از این مسیر ببینیم. اما اون چیزایی که ما دوست داریم میشه حب النفس. یعنی شما بچت بغل میگیری اگه به امر امام باشه، این هویت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، مزبط میدن، پایه‌گذاری پروندت میشه، تو پرونده‌هات ثبت میشه. اما اگه از رو میلای نفسی انسان دور بشه میشه هوای نفس. غیر از اینی که ثمره نداره چوب هم داره، هوای نفس میشه افرعیت من اتخذ الهه هوا. حالا گاهی هوای نفس یکی شهوترانیه، گاهی هوای نفس یکی کمک به ایتام، مهربونیه، مسیر الهی نیست دیگه. آره این ببین الله بهی قید میخوره، یوت امون الطعام الله بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. اگه علا حب میل انسان دوستی باشه یا انجمن حمایت از حیوانات باشه یا منشور ملل متحد باشه یا قوانین عقلی بشری، فرض کن جریان نظام
عبور و مرور، راهنمایی و رانندگی. این قوانین عادلانه است، عدله. ممکنه شهر هم این رو امضا کرده باشه و کرده و مراجع هم فتوا دادن اگه کسی چراغ قرمز عبور کنه خلافه. این در صورتی ارزشمند میشه که شهر امضاش کنه، یعنی امام این رو تایید بکنه. و الا حقیقت قانون، قانونی که امام بگه از این مسیر آمده باشه. اگه از مسیرهای انسان دوستانه، مسیرهای حب نفسی، مسیرهای عقلی، حتی ما چرا فلسفه رو رد میکنیم؟ چون مسیرش غیر مسیر امامته. یا حتی مثلا در قرآن تفسیر به رأی ممدوح نیست، ممنوعه اصلا، ممنوعه به خاطر همین. برای که تو حق تفسیر نداری، کلام خدا را کسی جز خدایان، جز اونایی که بهشون وحی شده، جز اونایی که مخاطبه اصلیان، نمیفهمه اصلا منظور چیه. لذا خیلی از آیات قرآن به ظاهرش نمیشه، مخصوصا آیات متشابه. حالا در محکمات خودشون تحقیق کردن به همون محکمش بگیرین، اما در متشابه شما نه حق تفسیر دارین، نه حق فتوا طبقش دارین. باید امام پای ای وایس معین بکنه مراد اصلی و اون حقیقت اراده الهی از این آیه کلی که قابل توجیه به وجوه مختلف یا مسائل مختلف یا جهات مختلفه، امامی که شما معین کنه. این انحصار اتصال زمین به آسمان، آنلاین بودن نظام بشری به خدا، یه وقت شما با هم به همدیگه آنلاینی، به اینترنت صهیونیستی آنلاینی، ولو روش همه علوم رو گذاشتن، یه وقت شما آنلاین به حکومت هایی، یه وقت شما آنلاین به دانشگاه هایی، اینا خودش نظام طبیعی زندگی بشریه و هیچ ارزشی عند الله نداره. نه. شما هر وقت آنلاین با امام زمان شدید که امام زمان مرکز ارتباطات الهیه، یعنی سیستم مخابراتی و ارتباطی نظام خلقت با خداست، نه زمین با خدا، نظام خلقت با خدا. این سیستم ارتباطی کلن ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده الهی در هر اندازه‌ای برای هر امری، در تقدیر هر مقدری، در اینکه عمر هر کسی، زندگی هر کسی، مدت و عمر خورشید چقدر باشه، از شمس و کورت کی کورت، از نجوم انکدرت کی انکدرت، از الجبال و سویرت کی کوهارا میفتن. این یک نظام داره، یک تقدیر داره، همش از خدا به امام نازل میشه. بر همین جعل امامت کار خدایی، منحصرا دست خدا. شما آیات هم که نگاه میکنین، انی جائلون فی الارض خلیفه، به ابراهیم میفرن انی جائلو کل ناس اماما. حتی ابراهیم زود پیشنهاد میده، قال و من ذریتی قال لا ینالو عهدی از ظالمی. نه، تو حق نداری تعیین کنی، عهد من به ظالمین نمیرسه. یعنی کسی که عرضه نداره زندگی خودشو، مصلحت اندیشی برای نفس خودشو، به خودش ظلم میکنه. عرضه مصلحت اندیشی، صلاح و فساد نفس خودشو نداره. این عهد الهی که رعایت مصالح جنبی جامع دنیایی و آخرتی و سماوی و ارضی و یه قانون که میخواد وضع کنه، باید از عرش تا فرش رو حساب کنه، این قانون ضرر به عرش نرسونه، به یه گیاه هم ضرر نرسونه، به آخرت ما هم ضرر نرسونه، شب اول قبر ما هم این رعایت اجرای قانون خراب نکنه، سؤال نکیر و منکر ما رو دوچار مشکل نکنه، حساب و کتاب و پای میزان عمل و بحث رشد تکاملی تو بهشت ما رو حتی این تضییقش نکنه، چون از دنیا مزرعت الاخره شده. بنابراین امام وقتی میخواد تصمیم بگیره، یک احاطه قانون گذاره، مثل مجلس مقننه های ما نیست که حالشون نیست، دعواره پشیمون میشه، هی قانونی کج میکنن راستش میکنن، هی تبصره بهش میزنن، هی عوضش میکنن، هی دولت ها میگن این قانون قابل اجرا نیست، دوباره بیاییم.
یا گاهی مجلس خبرگان هر حال یا سنای آمریکا یا خبرگان اینجا ردش کنه. این بازی ها نیست، یک نظامیه دقیق که شما اگه میخوای بری دستشویی، دستشویی نباید تو کل هیچ سیستمی ضرر بزنه. تمام جوانه شما میبینید برای یه دستشویی رفتن این همه ما آدم 73 تا دستور داریم، 73 تا تو شرایع کتاب فقه تو لمعه دمشقیه یا بعضیاشو آیان علما تو رساله های عملی یا آوردن مرحوم صاحب اورول که در اوروت الوسقا که مادر همه رساله های عملی است، آیون وقت رساله از اون استنباط می‌کنن، به اوروه حاشیه میزنن، حاشیه بر اوروه میشه رساله آیان علما، مادر همه رساله های مراجع اوروت الوسقا مرحوم آسدان کاظم یزدی که مخ فقاهت بوده، مغز فقه. خب اینا رو که آدم نگاه میکنه میفهمه امامت جعلش، نسبش اختصاصا برای خداست. لذا پیغمبر اون دستن دست من نیست، کار من نیست، حد من نیست امام تعیین کنم، در شأن من نیست. میشه بگیم اولین پله معرفت همین باور به اینکه باوریم که خدا خدایی. بسیار خب، من یه فاصله رو بگیریم طبق معمول هر شبمون، دعا بکنیم به جان اون امامی که خدا الان برای ما جانها تحت عنوان ذخیره قرار داد. جانها به فدا انشاءالله که ظهور کنند، استمداد کنیم از محضرش، واقعا التماسش از خود آقا بخوایم که دیگه ما هر لحظه به لحظه باید استمداد کنیم، باید واقعا التماسشون کنیم آقا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اصلا میخوای مشقت بنویسی بالای صفحه بنویسی یا صاحب الزمان، سر کلاس نشستی اول یه یا صاحب الزمان رو تخته اون معلم باید بنویسه تا این کلاس کلاس بشه انشاءالله. ما برای هم رسم شیرین بودن این عمل، هم برای برکتش در هر شب توی یک تایم خاصی با تمام مهمانانمون بالای عقدنامه اون شبی که بله برونه بالای اون نوشته باید مثلا یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، میخوام زندگی شروع کنم، تو کمکم نکنی هیچ، یا صاحب الزمان. دستهاتون رو بلند کنید و انشاءالله به لطف و عنایت خود حضرت تمام امورات ما در دست او هست به بهترین نحو ممکن اجرایی بشه. اللهم عجل لولیک الفرج. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران.
یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به لطف و عنایت مادر بزرگوارشون صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که رضایت خداوند در رضایت اوست رضایت بدهند به ظهور فرزندشون و ان شاء الله انتقام همه ظلم هایی که به ایشان شده و به آل او شده است رو توسط این فرزند برومندشان گرفته بشه و ثمرش برای همه جهانیان عدل و داد و روشنگری باشه. الهی آمین. البته نیاز به همت همگانی است. من و شما اگر که از تمام وجودمون دعا بکنیم و باور به استجابت دعا داشته باشیم. دیدین توی این فضای مجازی حرفای قشنگی میزنن، میگه که یه گروهی آمدن برای باران، فقط یک بچه با خودش چتر آورده بود و او اعتماد کامل به خداوند متعال داشت. ما اگر باور داشته باشیم مثل همون بچهه که دعای ما انشاءالله مستجاب میشه، حتماً و حقاً محقق خواهد شد و انشاءالله از این سیاهی نجات پیدا خواهد کرد. یه جمله خیلی سالهای قبل پای منبر حاج آقا هنوزم کمتر محضرشون سلام علیک داشتیم یاد گرفتم، گفت مشکل ما اینه که مثلا به تاجر یهودیه ایمان داریم، حالا کاملش رو خود حضرت آقا شاید بفرمایید، ولی به خدا ایمان نداریم. میگیم مثلا فلانی خونه رو از کجا آوردی؟ میگیم خدا داده. میگه نه بگو از کجا آوردی. بعد بگم مثلا یه تاجر یهودی، آد من گفتم شما از یه جا، میگم یادتون هست خیلی سال پیش دولت آباد یه بار یه همچین جمله‌ای رو شما فرمودید. و واقعا مشکل ما اینه که باورمون به خدا و اهل بیت کمه و تمام چوبی که میخوریم از این هستش. آغاز خواهش میکنم. خواهش میکنم. نکته دوم، در بحث منهج‌های قدیر ما منع شدید پروردگار در طول سلسله انبیا از آدم تا خاتم الانبیا تا دونه دونه ائمه رو منع کرده که دخالت در کار امامت نکنن. مثلا شما تاریخ نبوت انبیا رو نگاه میکنید، آدم خیلی دلش میخواست پسرش هابیل جانشینش بشه، همه امیدش هابیل، بله، ولی خدا بهش وحی تو حق نداری تعیین کنی، زد و قابیل هابیل رو کشت، با اینکه هابیل نظرش هم قبول شد، مورد اعتماد بود، اما به درد امامت نمیخورد. ما شیخ رو انتخاب کردیم، فرزندت شیخ، تو حق نداری برای امام تصمیم بگیری. عین همین قصه نوح چرا هی پسرش های جوش میزنه؟ قال ان ابنی من اهلی، خدایا این پسر من از اهل منه، تو قول دغدغه داشت که بعد خودش جانشین بشه. حتی در برادران آقا امیرالمومنین نباید این قضیه باشه الا برای خود حضرت. قال انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح و انی اعیذک ان تکون من الجاهل. حرف نزن راجع به تعیین امام، تو هم اصلا موعظت میکنیم جز به جهال نباش، بفهم شأن تو تعیین امام نیست، ما باید تعیین کنیم. مالک ما ایم، لهو ما فی السماوات ما فی الارض، حق حکومت ما داریم، این خلق جنسشون ملک منه، لهو ما فی السماوات ما فی الارض،
من باید تعیین کنم، نمیشه روزی رو من بدم، خلق من انجام بدم، وجود رو من بدم، حیات من بدم، مزد من بدم، اون وقت کسی دیگه بخواد بهشون دستور بده. اگه شما یه شاگرد برای مغازتون بگیرین یا از همسایه بغلی فرمون ببره، یه تیپا میزنین شاگرد میندازین بیرون، مرد حسابی، حقوقت من دارم میدم، تو از کسی دیگه فرمون میبری؟ قاعده فطری تعیین امام، تو فطرتتون همه اینو قبول کردین که امام واقعا باید خدا تعیین کنه، حق حق او، حق حکومتی او، حق ملکیت واقعی اوست، ملکیت او ملکیت ذاتی، ملکیت واقعی ما، ملکیت همون همه ملکیت عرضیه، یک ملکیت اعتباریه، فقط جعلی اصلا واقعی نیست. گویا یه دیوونه تو بازار قزوین راه میره میگه دانگ دانگ کنین شیش دانگ کنین، دانگ دانگ کنین شیش دانگ. یکی از این رفقای ما میگفت، صداش دادم و چایی بهش دادم و گفتم دانگ دانگ کنین شیش دانگ کنین یعنی چی؟ گفت که این مغازه‌ای که الان مال تو شیش دانگش مال شما. گفتم آره. گفت خدا بیامرزش قبلا مال فلانی بود، مرد، شیش تا پسر شد داشت دانگ دانگ شد، به هر کدوم یک دانگ رسید، اونا آمدن به تو فروختن شیش دانگ شد، باز تو میمیری دانگ دانگ میشه. شما که مالک این خونه ها و زمین ها و مغازه ها و کارخونه ها و باغا و اینا نیستین که شما وقت کارتونه دانگ دانگ میکنین شیش دانگ میکنین، دانگ دانگ میکنین شیش دانگ میکنین، این ملکیت ماست، پوچ هیچ، فقط یه دفتر یا سندی، تازه اگر سند رسمی بخوره اینیم، و الا با دزد و گرگه که تو بازار کلن یه بطلان واقعی داره، ذاتی داره. ملکیت واقعی مال کسیست که عالم رو ایجاد کرده، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، وقتی اون مالک واقعیه حق حکومت هم از آن اوست، او حق فرماندهی داره، وقتی او حق فرماندهی داره تعیین فرمانده رو باید بکنه، امام یعنی امین. حتی خاتم الانبیا حق نداره، حتی آدم ابوالبشر حق نداره، نوح دلش میخواد پس خطاب رسید حق نداری، ما سام را که یکی از اصحابه در نظر گیریم، ما سام رو در نظر گیریم. ابراهیم رسما به خدا پیشنهاد میکنه، قال و من ذریتی قال لا ينال عهدي، تو حق نداری تصمیم بگیری. حضرت داوود واقعا دلش میخواست پسر بزرگش جانشینش بشه و از نظریه حکومتی و قواعد سیاسی اون زمان که بنی اسرائیل 12 قبیله بودن، بعد همه چیشون، این قصه 12 قبیله بنی اسرائیل، حتی تو عبور از بحر احمر موسا که دریا رو میشکافه، اینا با هم اختلاف دارن، دعوایی هن، کی اول بره؟ این میگه تو اول برو، میگه تو اول، که ببینن کی غرق نمیشه. و از استسقا موسا لقومه قال قلنا فضرب به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. چرا 12 تا چشم؟ خب یه چشم در میاد کافی بود دیگه. چرا؟ چون اینا اختلاف میکرد، 12 تا چشمه که هر چشمه مال یکی از نقبا و این طائفه های بنی اسرائیل باشه، 12 گانش. خب حضرت داوود از هر طائفه یه دختر بهش دادن، هدیه کردن دختر، نه که پیغمبر خدا شهوتران باشه، قدیم همی بود، دختر میدادن وزرا، نخست وزیر وزرا دختر میدادن به شاه که حکومت شاهزاده از اینا باشه، از این حکومت تثبیت بشه، برامون تثبیت بشه. کار ازدواج بر پادشاهان دیگه از این چیزا برده که او بخواد بره خواستگاری، همه دخترای قوم میان صف میکشن برای به داوود 12 تا دختر از هر قبیله دادن. قبیله اول که پسر اولش به دنیا آمد، بهترین، بزرگترین، پولدارترین، رئیسترین قبیله بنی اسرائیل بود، اصلا جا افتاده تو همه که پسر، این پسر داوود. و حضرت داوود هم به جبرئیل همین نکته رو میگه، میگه اصلا بنی اسرائیل زیر بار سلیمان نمیرن، تو آمدی میگه پسر کوچیکت سلیمان، قبیلش از همه پسترن،
مادرش از قبیله پست بنی اسرائیل. اصلا اینا بقیه زیر بار نمیرن که من بخوام بگم سلیمان حرف نزن، تو حق نداری تعیین کنی. امام بعد از پیغمبر رو ما تعیین میکنیم. خب قبول نمیکنن، ما یه کاری میکنیم که قبول کنن. متن قرآن به این 12 پسرت بگو هر کدوم عصاهاشون رو بیارن توی اتاق بذارن، شب تا صبح 12 قبیله هم کشیک بدن، صبح با هم در اتاق رو بکنن، هر عصایی که ثبت شده بود برگبار و میوه داده بود بدون که به زمین فرو رفته باشه، میوه تازه داده بود، همو با معجزه به تسلیم و کشیدن 12 قبیله بنی اسرائیل. همینجا یه سوال بپرسم، خب چرا برای تثبیت آقا امیرالمومنین در دل کوردلان خدا یک حرکت خاصی انجام نداد، یا اگر داده مشهود نبوده؟ بله، شما اینجا جواب نقضی داره جواب حلی هم داره. در جواب نقضی اینه که برای خود پیغمبر 4444 معجزه که یکی شق القمره. بله، میخواین عکس کره ما رو از اینترنت الان نگاه کنه، اون شقی که شده، اون نصف شده، هنوز اصلا هست تمامه، ناسا گزارش شده موجوده، سفینه فضایی کلمانتاین که دور میزنه اصلا برای قمر ماه معین شده و عکسایی که میفرسته هست. از خود پیغمبر اینا زیر بار نرفتن. شما یک چیزو، یک کتاب رو باید بخونین، کابالا و پایان تاریخش، مال آقای مرتضی رضویه، چاپ چیزی نشده، تو اینترنت میتونین نگاه کنین، پی دی افش رو اینترنت هست. این کتاب 3 جلد، واقعا عجیبه. نظام دنیا دست شیاطینه، از این مهلت استفاده کردن. شیطان مثل خدا که پیغمبر تعیین میکنه، شیطان کابالا تعیین میکنه، یعنی یک انسان مرتبط با شیطان که وحی شیطانی رو دریافت میکنه و برنامه های شیطان رو اجرایی میکنه. تمام رئیس جمهورای دنیا توسط همین هوش پنهان مخفی فرماسونی تعیین میشه. تمام بانک های مرکزی که اقتصاد هر کشوری دست ایناست، رئیس بانک مرکزی دست کابالیستاست، دست فرماسونه. بله، دست ایناست. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنی حکمشون هم همه جا واحده، یک هوش پشت این قصه، همانطور که پشت نبوت و امامت یک هوشه و او خداست، یک عقل داره مدیریت میکنه، لذا احکام همشون مساویه، قوانینشون مساویه، از آدم تا خاتم همه عدالت، همه پاکی، همه تقوا، همه زهد، همه عفت، همه حیا، همه جمعت، جمیع و کلمات الانبیاء والائمه والوحی تحت کلمت واحده و هی تقوا. سفارش همشون تقواست. از اون طرف نقطه مقابل سفارش تمام کابالاهای هر شهری، کابالای تهران با کابالای شیراز فرق میکنه، اما تحت یک گوشه. کابالای مشهد با کابالای واشنگتن، با کابالای کابل، با کابالای نمیدونم کشورهای اروپایی، همه جدا جدان. برای هر شهر یه مرکز شیطنت هست، یه شیطانی که با یه آدمی که اون آدم خیلی خزنده تو تمام ادارات نیرو داره، تک تک ادارات نیرو داره. فرماسونی اینطوریه، هیچ کس هم نمیدونه، نه اون آدمو میشناسن، این تو همه ادارات نیرو داره، فرمانهاش اجرا میشه، دستوراتش عمل میشه، که واقعاً شما باور بفرمایید که داعش زائیده این هوش شیطانی است و این وحیای شیطانی، و گاهی کارهای فوق العاده انجام میدن. بله، یعنی کارهایی که شما اصلا میگید نه خیلی اینا اولیاء خدا خبر از غیب دارن، خبر از غیب میدن. بدبخت زن بیچاره پریروز یه خانمی زنگ زد، گفت رفتم پیش دعا نویس، گفتم شما، من سوال دارم ازت، تحصیلاتش، گفت فوق لیسانس فلان هستم. گفتم بدبخت، این همه درس خوندی، رفتی زحمت کشیدی، دانشگاه رفتی، که بعد بری تمام زندگی تو یک فالبینه بی سواد بدبخت
فقیر درمونده کثیف که یک زندگی کثافت، دستور کابالیستا شیطانو همین که باید کثیف زندگی کنه، باید بول کنن تو زندگیشون، نجس زندگی کنه، این قانونشونه، حتی نجس بخورن، غذاشون رو نجس کنن و بخورن. بله بله، این سیستماشونه. ارتباط برقرار. و تو این همه درس خوندی که بری اونجا زندگی تو، یکی بگه تو رو خوندن بردن نوشتن نمیدونم سحرت کردن جادوت کردن این قدم بده تا من برات باطل کنم. آخه شما بدبختا چرا اینقدر بی سوادین؟ خجالت نمیکشی رفتی پیش یه بی سواد؟ اون وقت پیش مرجعی که همین تو گفتم بهش تو که چیزی مراجع رو که فوق دکترات 7-8-10 تا دارن، پروفسور واقعی هستن، اینا رو مسخره میکنی، ولشون کن، اعتنا نمیکنی، پیششون نمیری، مشاوره باشون نمیکنی، یا دفاترشون، یا حالا آدمایی که بالاخره اعتماد داری، فرشته ای هستن، درسی خوندن، علمی دارن، بهشون زنگ نمیزنی، وقت میری پیش اینا. شما درس خوندین؟ دانشگاه یعنی شما رو اینجور تربیت میکنه؟ خاک بر اون دانشگاهی، اوف بر تو تحصیل کرده اون دانشگاه، و گاهی خاک بر حوزه علمیه‌ای که حتی طلبه حوزه علمیه پیش دعانویس بره، برای که مثلا عاشق یه دختری شده بهش برسه. چی بگه آدم اینا رو؟ به کجا بگه؟ از اینا بفهمین چرا باید امام را خدا تعیین کنه. چون ما ينطق عن الهوى الا ان هو الا وحی یوحى، ظرف میخواد و خدا این دلا رو میشناسه که امیرالمؤمنین علی کسیه که یک لحظه لم یشرک بالله طرفت عین، این عدالت، این که هرگز حاضر نیست به نفع برادرش، آقازادش، فامیلش، آهن داغ گداخته را به دست عقیل تو تاریکی شب داد که مثل شتر عقیلی که یک پسرش مسلم ابن عقیل اجور فدایی امام حسین بود، بقیه بچه هاشم همینطور بودم. چرا حتی در قرآن وقتار موسی من قومه 70 رجلا، یه وقت یه مغز معمولی، یه وقت یه آدم روستایی، یه وقت یه تاجر بازار، کاسب بازار میره رأی میده، انتخابات انتخاب میکنه، یه وقت عقل کلی مثل موسی بن عمرانی که کلیم الله وقتار موسی، رأی حضرت موسی 70 رو انتخاب کرد از بنی اسرائیل. انتخابات معمولی نیست که شما 250 تا نماینده بخوای معین کنی، موساس داره انتخاب میکنه، یک هوش برتر، یک عقل متصل، یک وجودی که با خدا آنلاینه، این آدم میاد 70 رو انتخاب میکنه، میبره برای مناجات با خدا در کوه طور، همشون کافر شدن وقتی اون نور رو خورد. صاف قرآن داره، این حرفای قرآن، نه حرف من. لن نؤمن لک، به نبوت موسی کافر شدن، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی نر الله جهره، تا خدا رو آشکار ببینیم. من چجوری واضح بگم چرا علی را فقط باید خدا تعیین کنه، و چرا شیعه میگه ما طرفدار اون آقایی هستیم، اون امامی هستیم که خدا برامون من کنه؟ چرا روز به روز مردم دین گریز بشن؟ امام باید کسی باشه که مردم جذبش بشن، نه فرار کنن ازش، نه با عملیات او از خدا هم متنفر بشن. این معنای امامته، و ای اصلا جز خدا کسی نمیتونه تعیینش کنه. به حضرت موسی میگن، حضرت موسی گفت خدای هارون اخی اخلف هم این بعدی، هارون داداشم بعد من خلیفش کن. عمدن خدا جان هارون را در زمان موسی میگیره، ما یوشع ابن نون رو انتخاب کردیم، تو حق نداری تعیین کنی. داداشت خوب بود، خودمون گفتیم از که و اخیک ما کمکت میکنیم به داداشت، با هم بریم پیش فرعون،
ولی به درد امامت نمیخوره. برای که هیچ شکی هم نباشه جونشه میگیریم. چرا ما در مورد اسماعیل پسر امام صادق، خب میگن از نظر شعنی تو روایات داریم، از نظر مقامی، شعنی، ذاتی، علمی، هوشی، قابلیت ها لایق مقام امامت بوده، ولی خدا اسماعیل رو انتخاب نمی کنه برای امامت، موسی بن جعفر رو انتخاب کرد. و چون این آقا اسماعیل ابن امام صادق، اسماعیل ابن جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه ما جا افتاده بود، منبرای خوب، علمیت خوب، احتجاجات خوب، همه میگفتن بعد امام صادق امام اینه. برای اینکه این موضوع بره عمدن خدا جان اسماعیل رو در زمان امام صادق گرفت و امام صادق رو کفن اسماعیل با انگشت مبارکشون جوهر زدن، نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله مات و یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، جلو همه که همه ببینن شهادت بدن، دفنش کردن، مرد، شهادتین رو، اقرار، تلقین رو، همه رو ببینن. معذاله یه عده شدن اسماعیل، نه اسماعیل نمرده، غیبت کرد و امام زمان همویه یه روز قیام میکن و مسیرشون تا الان کج. و بعد انحرافاتی که تو فرقه اسماعیلیه می با اینکه پولدارترین شیعیان جهان هم الان خواجه ها که در کربلا زیاد ببینیمشون، همین شش تا امام رو منکرن که فقط یکیشون رو منکر باشی، من کذب بالمهدی فقط کفر، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، مات میتت کفر و نفاق، مات میتت کفر و زلال. اینا معانیشه. حتی به خود پیغمبر اجازه تعیین امام بعد خودشون رو نمیدن، و الا پیغمبر تای دلش لشون خواهد ابراهیم پسرشون امام بشه که در زمان طفولیت ما نمیگیم میخواست، ولی طبعاً هر پدری طبعاً نه طبعاً مسلمان ها دلشون میخواست که از نسل خود رسول الله باشه، پسر پیغمبر. سیستم سیستم موروثی همه جای دنیا بوده، بشر عادت به میراث در حکومت و در پادشاهی و در امامت داشت، عادت به این داشت. اما خدا علی ابن ابی طالب رو انتخاب کرد. این نکته دوم. ما اصلا بفهمیم امامی که غیر خدا تعیین کرده باشه، ولو این غیر خدا پیغمبر باشه، ولو یکی از ائمه باشه، دوزار نمیارزه، نمیتونه امام باشه. پیغمبر و ائمه فقط وحی الهی رو در بحث امامت ابلاغ میکنن. الا وقد بلغتو، این نکته خطبه قدیر که پیغمبر فقط پیغمبر میفرماد معاشر الناس انی نبی و علی وصی الا و ان خاتم الائمه منا المهدی الا انه ظاهر علی الدین الا انه المنتقم من الظالمین الا انه فاتح الحصون و هادمها الا انه قاتل کل قبیله من اهل الشرك الا انه مدرك بكل سار لاولیاء الله عز وجل الا انه القراف من بحر عميق الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله الا انه خيرت الله ومختاره، خدا انتخابش کرده، مختار خداست، خیره خداست، انتخاب شده خدا. همه اینا رو بیان میکنه، هم نسبت به امیرالمومنین هم تا صاحب الزمان رو میگه خیارت الله و مختارو. الا انه وارث کل علم و المحیط به. خب اینا رو همه رو بیان میکنه. معزاله یه عده رفتن، اون یه عده چقدر بودن؟ 99% به جوری که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث. ف
فقط سه نفر باقی موندن بر اون امامی که خدا معین کرده. بعد این امت که در همین مقدار پیغمبری که این همه معجزه ازش دیدن، این همه مقامات دیدن، اینجور کنار میذارن حرفشو و میرن. یه وقت باز کاش یک انتخاب، یه سلمان انتخاب میکردن، آدم میگفت یه ذره اینا عقلم داشتن مسلمونا. اگه مثلا یک کسی که صاحبه ارتباطات ملکوتی معنوی بود انتخاب میکرد، دلش نمیسوخت به قول خودمون. آدم دلش نمیسوخت. این دیگه اینقدر یه آدم بی سوادی که حتی باباش حاضر نشد بهش باش بیعت کنه، ابوبکر نامه نوشت برای پدرش که مسلمونا جمع شدن، چون من از در میان اصحاب محمد از همه سنم بیشتر بوده من انتخاب کردن. باباش گفت مسلمونا غلط کردن، اگه بناس به کبر سن باشه من که باباتم از تو بزرگترم، منم جز اصحاب پیغمبر بودم، چه نمیدن با من بیعت کنن؟ آخر رو چه مبانی؟ پیر خرفت یا نیروی جوان 33 سالش بود امیرالمؤمنین؟ یک علی بود که انا مدینه العلم و علیون بابها ولقد علمت ما فوق الفردوس الاعلا و ما فی السماوات العلا و ما تحت السرا کل ذلک علم و احاطه لا علم و اخبار. و رسما در قدیر خم پیغمبر فرمود معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله و اقبلوه فقط نسبه الله. من نسب نکردم علی رو، قبول کنید علی، به علی رو بیارین، خدا نسبش کرده برای امامت، به علی ایمان بیارید، خدا فضیلتش داده بر همه، خدا میدونه علی کیه که برای شما انتخاب کرده. معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمته فقد احصیته فی علی امام المتقین و هو الامام المبین و ما من علم الا وقد احصاه الله فی علی و هو الامام. نه ابو بکری که خواندن و نوشتن نداشت. من اصلا میخوام بگم اگه خدا حتی سلمان رو انتخاب میکرد، باید بهش مگه سلمان مثل امیرالمومنین صاحب علوم باشه؟ بله ما حتی حاضر نیستیم زیر بار سلمان بریم، که ایرانی هم بود، مننام بود، من پیغمبر راجبش میگه سلمانون مننا اهل سلمان محمدی لا تقول سلمان فارس. نمیرفتی اگه ادعا میکرد بی خود کردی، غلط کردی سلمان. ببخشید اینجوری حرف میزنم. وقتتون به پایان رسید، یکی دو دقیقه اگر جمع بندی بکنیم. این دو تا منهج بود. ما اگر بخواهیم چه کنیم تا جزو قدیریان قرار بگیریم، اولش این سوال رو جواب بدیم. خب حالا امامی رو که خدا برای ما معین کنه بهتره یا امامی که خودمون رأی بدیم بهش؟ عقل چی میگه؟ اصلا ما زمان امیرالمومنین نبودیم، ارتباطی هم نداریم، 1400 سال فاصله داریم. اصلا میگیم تئوری با هم حرف میزنیم. دو تا تئوریه. یک امام را یقین داریم خدا معین کرده، یکی را یقین دارم مردم بی سواد عربستان که هیچ کدوم خواندن و نوشتن نداشتن و در کل جزیره العرب 16 نفر بودن خواندن و نوشتن میدونن، یک مش عرب بوال علا عقبه اونم توی شهری کوچک مدینه یا آقای را انتخاب کردن. چرا من باید 1400 سال دنبال او بدوم؟ با کدوم نظام اجتماعی جور در میاد؟ با کدوم قانون دانشگاهی آکادمی که علم الاجتماع جور در میاد؟ من چرا باید منتخب خدا را کنار بذارم؟ منتخب زمانی یه زمان جاهلیت، یه عرب جاهلی، یه مش بی سواد عرب بوال علا عقبه، آدم ورپا بشاشی که میگفت استاده بول کنین تا ما تحتتون سفتر باشه، برن این رو انتخاب کنن. بعد من تو 1400 سال چرا باید دنبال ای باشم؟
اینا همش از مدارک اهل سنت. بله. این سایت سنت ما رو ببینید، sunnat.net. تمام حرفایی که میزنم از مدارک اهل سنت اونجا، آدرساشو گفتم. من تو یک دقیقه‌ای که شما به من پایان وقتو دارین میگین، نمیتونم بیام ادله اهل سنت رو، ما ادله‌ای که ما داریم از کتب اهل سنت بخوایم اونا رو بیان کنیم، نمیتونیم. بسیار. به شما ارجاع دادم برین اونجا بحث عمر رو ببینین، متائن عمر، متائن ابوبکر، متائن عایشه است، متائن حفصه. یک حرف تو این سایت از کتب شیعه بیان نشده. هر چی گفتیم از این متائن، از این خرابکاری ها، گندکاری ها، همه رو از مدارک اهل خودشون گفتش. بسیار عالی. حالا انشاءالله فردا شب باز دوباره همین موضوع رو مطرح میکنیم و حالا راهکارهای بعدی رو بقیه منهج های قدیر. ما در قدیر باید چیا رو ببینیم تا بعد بفهمیم با چکاها بکنیم تکلیف خود. چرا من باید به بچه هام خطبه قدیر رو بدم حفظ کنم؟ واقعا همین سوال خیلی سوال عقلانی و درسته که از یک کسی که در جایگاه خاصی است، خدا او رو انتخاب کرده، رو باید کنار بگذاریم و از یک سری افراد دیگری که حالا با اون همه تو اوصاف که حتی خودی ها بعضی مواقع شرم دارن از گفتنش، اون رو تبعیت بکنیم. اصلا بحث ادله قرآن رو، احادیث و دستورات دیگر هم رها بکنیم. همین یک حساب دو تا چهار تا قدری روی این صحبت ها فکر بکنید و فکر میکنم خیلی درهای رحمت و برکت و به تعبیری درهای حکمت به ریش. اصلا ما میگیم آقا این داعش نمونه اجرایی زنده عمریس در زمان ما بود. بله. کدوم یکی از شما حاضرین به داعش رأی بدین؟ به جنایات داعش کدوم یکی حاضرین حکومت اینا رو بر جهان بپذیرین؟ این ظلما، این ستما، همه این کارا رو عمر اولین بار او انجام داده و ابوبکر. آقا شما قضیه قوم رده مالک ابن نویره رو تو همین سایت سنت از مدارک اهل سنت ببینین که قوم رده کیا بودن و چند نفر رو زنده زنده اینا در آتش سوزندن که جرمشونی بود با ابوبکر بیعت نکردن و حاضر نشدن از علی دست بکشن. تو زنده زنده عین داعش تو قفس میکرد. بله. آتیش میداد، همون جور سوزندن. برای اینها یه الگویی از قدیم داشتن، خودشون اداره کن دایجون معاویه، خودشون میگفتن ما رهبرامون همونا. اصلا آب را از شیعه تو عراق، بله، رودخونه رو تغییر مسیر میدادن، میگفتن میخوایم عین کاری که عمر سعد در کربلا با حسین و اصحابش و اهل بیتش کرد با شیعیان عراق کلن بکنیم، از تشنگی بمیرن. بله. بسیار عالی. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودید و ممنوندار جناب آقای یوسفی هستم و انشاءالله فردا شب دوباره به محضر شما سلام میکنیم و ما بقیه منهجهای مرتبط با قدیر رو دنبال خواهیم کرد. در پناه حضرت حق باشید. یا علی بلند. آقای علی بلند. یا علی بلند.